و به طور خاص در ورودی و خروجی این تنگه دو ارتفاع مشابه سپر هست که این دو ارتفاع به طور کامل به جاده در ورودی و خروجی تنگه مشرف هستند. دشمن در بین این دو یال دو تا پایگاه دایر کرده بود، یکی مقر لشکر ضد انصار حسین سپاه پاسداران در سمت راست جاده که از سمت اسلام‌آباد به کرمانشاه میره و دومی هم پادگان بهشتی که در سمت چپ جاده اسلام‌آباد به کرمانشاه واقع شده بود. دو تا پادگان دیگه هم پشت این یال داشت که یکیش پادگان لشکر 31 ضد عاشورا مربوط به سپاه پاسداران در سمت راست و دیگری پادگان رجایی در سمت چپ. نیروهای ارتش آزادی بخش با اینکه توپخانه سنگین برای پاسخگویی متقابل نداشتند تا 6 صبح سه‌شنبه در چندین نوبت قهرمانانه و با دلاوری و شجاعتی شگفت‌انگیز در میان آتش به قلب تنگه زدند و از دشمن که به هیچ وجه انتظار اون رو نداشت بیش از 1000 نفر تلفات گرفتند. صحنه‌های خیلی شورانگیزی از اون موقع از شهادت‌های خواهران و برادران به یاد دارم که در زمانهایی که تهاجمات دشمن خیلی سنگین می‌شد و گله‌وار وارد می‌شدن و به ما تهاجم می‌کردن، ولی خواهران و برادران بهرمان هم دفاع جانانه می‌کردن، البته علی‌رغم تعداد کم ولی خیلی خوب مقاومت می‌کردن و در بعضی صحنه‌ها بود که این خواهران و برادران هم به شهادت می‌رسیدن. سلسله نبردهای فوق العاده حماسی و قهرمانانه رزمنده شیران ارتش آزادی در این منطقه، یعنی منطقه چهارزبر، در حالی در جریان بود که به نیروهای رژیم مستمر اضافه می شد. درگیری های این منطقه تا اوائل بامداد پنجشنبه ششم مرداد ماه ادامه پیدا کرد.